9 مترجم که تو اتاق فوق‌العاده وحشتناک باید زندانی بشن. گلاسیا سلام. امروز میخوام فیلم لکتا دوکتق یا The Translators یا مترجم ها رو ببینیم. محصول کشور فرانسه هستش و از همین اول من اولین بار دارم بهتون پیشنهاد میدم اگر که میخواد واقعا هیجان تجربه بکنید حتما فیلمو کامل ببینیدش. مهم هم نیست ویو بیاد پایین. ولی این فیلم واقعا تجربه خفنیه. داستانش خیلی تویست های باحالی داره. به نظرم یکی از بهترین فیلم های فرانسه هم هست. بریم با هم ببینیمش. حواسمون به اسپور کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم با ناشری به اسم اریک انگستورم آشنا میشیم. یک کنفرانس برقرار کرده و داره از انتشار سومین نسخه که سری کتاب به اسم ددالوس صحبت میکنه. سری کتابی که خیلی ترکونده و تمام دنیا هم دارن دنبالش میکنن و همه مشتاقن تا سری سومش رو هم بخونن. حالا میریم به کشورهای مختلف اروپا و با 9 تا مترجم آشنا میشیم. اولیش دختری به اسم تلما جوونه و داره سفر میکنه به فرانسه. دومیش زنی به اسم هلن که از شوهر و بچه‌ش خدافظی میکنه از کشور دانمارک به فرانسه سفر میکنه. سومین نفر مردی به اسم الیس که از کشور انگلیس سفرش رو شروع میکنه. انگار یه مرد کارتون خواه هم از زندگی خوبی نداره، با ماشین میان دنبالش و این کار براش انجام میدن. نفرات بعدی زنی به اسم اینگرید از کشور آلمان، مردی به اسم خاویر از کشور اسپانیا، داریو از کشور ایتالیا، یا کدرینوس از یونان، زنی به اسم کاترین از روسیه و آخریش هم مردی به اسم چن، خب مشخصه از کشور چین. هدف سفر این 9 نفر به فرانسه هم اینه که کتاب ددالوس رو از فرانسوی به زبان خودشون ترجمه کنن و به طور همزمان توی کل دنیا پخش بشه. به مقصد که میرسن گوشی و لوازم ارتباطیشون ازشون گرفته میشه. کم کم توی این عمارت بزرگ شروع به قدم زدن میکنن، از یه سری راهرو و درهای امنیتی میگذرن تا در آخر به یه پناهگاه کاملا ایمن میرسن. زنی به اسم روزماری هم مسئول راهنمایی اینا هستش و براشون توضیح میده که تو 2 ماه آینده باید توی این مکان زندگی بکنید. غذا، نوشیدنی، هر چی که بخواید هست، وسایل تفریحتون فراهم شده و نیازی نیست که اینجا عذابی بکشید. از خودتون لذت ببرید و فقط کتاب رو توی این 2 ماه ترجمه کنید. دلیل اینکه قرار اینجا زندانی بشید هم اینه که قبل از موعد کتاب به بیرون درز نکنه تا به ناشر صدمه ای نرسه. بعد از خروج از این پناهگاه وارد یک کتابخونه بزرگ میشن که کلی نگهبان هم اطرافشن و اینجا هستش که باید ترجمه رو انجام بدن. هر کدوم پشت میز خودشون با پرچم خودشون میشینن. حالا آقای انگسترام ناشر اصلی میاد اینجا و بهشون میگه که روزانه 20 صفحه از کتاب به شما تحویل داده میشه و فقط باید همونها رو ترجمه بکنید. من نسخه اصلی و نویسنده کتاب گرفتم و دست خودمه، اینطوری دیگه هیچ چیزی به بیرون قبل از موعد درز نمیکنه. با این برنامه‌ریزی هم توی ماه اول تمام کتاب رو مینویسن. یه ماه هم وقت دارن که اگه مشکلی هست برطرف کنن و یه نسخه عالی رو بهش تحویل بدن. در آخر هم تهدید میکنه که حواستون باشه اگر از قوانین اینجا پیروی نکنید نه تنها هیچ پولی بهتون نمیدیم بلکه جونتون هم تو خطر میفته. مترجم ها اولین روز کارشون رو شروع میکنن. همین 20 صفحه انقدری عمیق و خفنه که کاترینا میزنه زیر گریه و انگار خیلی تحت تاثیر قرار گرفته. بقیه هم با ذوق و اشتیاق کارشون رو دارن انجام میدن. با پایان اولین روز کارشون انگسترام دوباره به اتاق میاد، چمدونش رو باز میکنه و میبینه که توی اون نسخه اصلی کتابه به علاوه یه سری کلید که علامت هر کشوری روشه. با کلیدها میره طرف کامپیوتر مترجم ها و با استفاده از کلید هر کدوم یه فلش رو از لپتاپشون جدا میکنه که شامل ترجمه و نسخه اصلی کتابه، اینطوری که هیچ دستشون نمیمونه. قبل از خروج از اتاق با داریو که از ایتالیا بود یه صحبتی میکنه. بهش میگه که تو امروز صبح توی توییتر یه پست گذاشتی و گفتی که قرار نویسنده واقعی کتاب ددالوس رو ببینی، یعنی آقای اسکار برچ، کسی که هیچ کسی تا به حال ازش چیزی نشنیده. و خب این پستت الکی بوده اما باعث شده که یه چیزی رو بیرون درز بکنه. حواست باشه اگه یه بار دیگه تکرارش کنی ما میدونیم با تو. این خیلی جالبه که تا به حال هیچ کس آقای اسکار برچ رو ندیده، یعنی اصلا نمیدونن نویسنده این کتاب کی هست. الکس مترجم انگلیسی میگه که ما باید با اسکار برچ روبرو بشیم، اینطوری میتونه کمکمون بکنه که ترجمه دقیقی در بیاد. اما آقای انگسترام میگه که اسکار دوست نداره با هیچ کسی ملاقات بکنه. شب شده، کاترینا مترجم روسیه ای تو اتاق منتظر تا با آقای انگسترام یه صحبتی بکنه. اینجا متوجه میشه که چمدونی که همیشه همراهشه رو روی میز گذاشته. وقتی تو اتاق تنها میشه سعی میکنه که رمز اونو پیدا کنه و در آخر هم موفق میشه. همین که بازش میکنم با ذوق و شوق دستی رو نسخه اصلی کتاب میکشه. سکانس بعد آقای انگسترام اومده داخل، کاترینا سر جاش نشسته و آقای انگسترام هم که همه چیز به حالت عادی برگشته متوجه چیزی نمیشه. بعدم با هم یه مشروب میخورن و انگاری کاترینا خیلی تو کارش معروف و خفنه و برای همین انگسترام میخواسته بهش بگه که ممنون داری با همون همکاری میکنی. حالا سکانسی از چند ماه قبل میبینیم. آقای انگسترام وارد کتاب فروشی بزرگ میشه و با صاحب اونجا یعنی جورج شروع به صحبت میکنه. بهش میگه تو چرا نرفتی مسافرت، این همه الان پول دستت رسیده. و اینجا متوجه میشیم که جورج در واقع نویسنده اصلی کتاب
یعنی همون اسکار برچه. جورج هم میگه که من اصلا فعلا تمایلی ندارم، زود هنوز و میخوام از اینجا اول بازنشسته شم، بعد میرم دنبال زندگی و عشق و حالم. به زمان حال میام. چند روزی از روز اول کار گذشته و حالا مترجما با هم رفیق شدن، خیلی عادت کردن که چجوری روزهاشونو بگذرونن و همیشه هم ترجمه هاشونو سر موقع تحویل میدن. امشب انگستروم داره شام میخوره که یه دفعه براش پیامی میاد و با عصبانیت گوشیشو نگاه میکنه. بعد میره به اتاق مترجم ها و همشون رو دور هم دیگه جمع میکنه. بهشون میگه که برای من یه پیام اومده و توی اون نوشته که یه نفر به کتاب دست پیدا کرده. تهدیدم کرده که اگه تا 25 ساعت آینده 5 میلیون یورو به حسابش واریز نشه، 100 صفحه اول کتاب رو به همه جا منتشر میکنه. انگسترام میگه من مطمئنم یکی از شما مترجم ها این کارو انجام داده، چون فقط شماها میتونستید از کیف من نسخه اصلی رو بدزدید. الانم اگر کسی که این کارو انجام داده خودش رو لو نده، من میدونم و همتون. کدرینوز مترجم یونانی شروع به مسخره کردن انگسترام میکنه و میگه نصف کتاب داره منتشر میشه، این یعنی که هیچ کسی به تو پول نمیده و کل آینده‌ات به فنا رفته. و همینطوری میخنده. آقای انگسترام با عصبانیت دستور به نگهبانا میگفتن بجونش و تا میخوره اونو کتک میزنه. حالا نگهبانا شروع به گشتن اتاق تک تک مترجم ها میکنن، همه چیزو به هم میریزن و دنبال یه سرنخ از دزدن. این وسط تو اتاق هلن، همون مترجم دانمارکی، یه سری برگه به زبان دینیش پیدا میکنن و خب خیلی براشون عجیبه، چون هیچ کسی قرار نبود اینا رو دستی بنویسه. هلن میگه که این اصلا ربطی به شما نداره، رمان اصلی خودمه که میخواستم از این اوقات فراغتم استفاده کنم و بنویسمش، چون من ازدواج کردم و اصلا وقت نمیکنم در حالت عادی این کارو انجام بدم. میبرنش پیش آقای انگسترام و همین توضیحو بهش میده. اونم با نگاه به دستخط و متنام واقعا متوجه میشه که آره، این همون رمان اصلی خود یاروه، ربطی به کتاب ددالوس نداره. اما انگسترام که یه آدم عوضی و وحشیه میگه من رمانتو خوندم، خیلی چرت و پرت و قرار نیست تو این کار موفق شی، همون مترجمی تو ادامه بده. بعدم در حالی که هلن داره گریه میکنه، میره و تک تک صفحاتی که نوشته رو توی شومینه میندازه و میسوزونه. شب شده و مترجما دور هم دیگه جمع شدن. انگسترام بهشون وقت داده که تا فردا دوزو بین خودشون پیدا کنن و الا همه چیز بدتر میشه. حالا همشون به هم دیگه شک کردن و یه سریشون معتقدن که شاید یکی گوشی چیزی اینجا قایم کرده و میتونن خودشون پیدا کننش. اول از همه هم به خاویر مترجم اسپانیایی شک میکنن، چون دستش شکسته و دور دستش گچ پیچیده. تلما یه دفعه حمله میکنه و گچش رو جدا میکنه، چون معتقد گوشی زیرش قایم کرده. اما میفهمه نه، واقعا آسیب دیده و اصلا ربطی به گوشی و این داستانا نداشته. این وسط الکس مترجم انگلیسی رو میبینیم که به اتاقش رفته و وقتی میبینه همه چیز نابود شده خیلی به هم میریزه. کاترینای روسی هم میاد اونجا و بهش میگه که من به تو شک دارم، مطمئنم که از اول داستان زندگی تو بهمون دروغ گفتی و اصلا دلیل اینجا بودن چیز دیگه ایه. چون من توی کار مترجم خیلی معروفم و آشنا زیاد دارم، اما هیچ کس تا حالا حتی اسم تو رو نشنیده. الکس که میفهمه دستش رو شده میگه بشین برات تعریف بکنم. 11 ماه پیش میبینیم که الکس یه آدم خیلی معمولی بوده و عاشق کارهای اسکار برچ و همین دو نسخه اول کتاب بوده. برای همینم هم شروع میکنه به ترجمه اونا به انگلیسی، متفاوت با ترجمه قبلی که شده بوده. اونا رو برای انگسترام میفرسته و اون واقعا خوشحال میشه که یه نفر تونسته اینقدر دقیق و بهتر از قبل اونا رو ترجمه کنتشون. ترجمه‌اش هم آنلاین منتشر میکنه و خب خیلی از مردم برای انگسترام پیام میذارن که باید الکس رو استخدام بکنی، اون خیلی بهتر میتونه ترجمه رو انجام بده. یه ملاقات هم بین انگسترام و الکس صورت میگیره و الکس میگه که من میتونم کتاب سوم رو براتون پیش بینی کنم، میتونم با استفاده از قبلی یا بگم تیتر اصلی چی میتونه باشه. همین کارم با استفاده از علمش و مخصوصا ریاضی انجام میده. انگسترام پراش میریزه به خاطر اینکه تیتری که فقط الکس تونسته بنویسه از 10 صفحه‌ای که تا الان ترجمه شده بوده فوق العاده بهتره. همینم باعث میشه با اینکه الکس هیچ تجربه‌ای تو ترجمه نداشته، انگسترام استخدامش بکنه. بعدم به کاترینا میگه من الان خیلی میترسم، چون مطمئنم که یکی از شکای اصلی انگسترام منم، چون اولین بار دارم باهاش همکاری میکنم و فکر میکنه که من این کتاب رو منتشر کردم. کاترینا هم که مطمئن شده الکس بیگناهه میگه منم یه اعترافی دارم، اون روز تو اتاق انگسترام بودم و تونستم کیفشو باز کنم، فقط دلم میخواست بدونم که تو کتاب چی میشه و آخرشو بخونم، ولی قبل از اینکه بتونم برش دارم انگسترام برگشت و نتونستم هیچ اطلاعات دیگه ای کسب کنم. روز بعدی میرسه، همه انتشاراتی های دنیا 10 صفحه اول ددالوس رو پیدا کردن و به دنیا منتشر کردنش. خیلی هم انگسترام عصبانیه، برای همین مترجم ها رو جمع میکنه و مجبور میکنه لباساشون رو در بیارن تا اونا رو بررسی بدنی بکنه که بازم چیزی پیدا نمیشه. همین لحظه هم پیام دیگه برای انگسترام میاد، همون دوز دو بهش گفته که حالا باید 21 میلیون یورو پول بدی.
بدی. فقط هم 6 ساعت از اون 25 ساعتی که گفتم وقت مونده و الا کل 100 سفر رو براتون منتشر میکنم. انگسترام میگه من میدونم و همتون. بعدم با عصبانیت اتاق خارج میشه و میبینه که چراغ‌های تمام این واحد رو خاموش میکنن. مترجمه با شم باید شبو بگذرونن و هلن شروع به صحبت میکنه. میگه وقتی که جوون بودم همیشه آرزوم این بود که یه نویسنده بشم. برای همینم رمان خودم رو می‌خواستم شروع کنم. اما خیلی سریع ازدواج کردم و شروع کردم به بچه داری. دیگه اصلا هیچ وقتی نداشتم. اصلا دلیل اصلی که اومدم این کار مترجمی رو به عهده گرفتم این بود که از این اوقات فراغتم استفاده کنم و بتونم رمانمو بنویسم که اونم انگسترام ازم گرفت و همش سوزوند. انقدرم شرایط بده حتی نمیتونم خط اول رمانمو دیگه به خاطر بیارم تا دوباره بنویسمش. دوباره میریم به 11 ماه پیش وقتی که انگسترام به دیدن نویسنده اصلی یا همون جورج رفته بودش. انگسترام توضیح میده که کجا رو پیدا کرده تا مترجمها رو زندانی کنه و بتونن ترجمه رو انجام بدن. همین چیزا حرف میزنه که گرفته جورج یا همون اسکار برش میگه من دیگه نمیخوام باهات همکاری بکنم. دوست دارم نسخه سوم کتابمو پخش کنی. اون سعی میکنه بهش بگه که 1,000,000 دلار اضافه هم بهت میدم. اما بازم جورج قبول نمیکنه. میگه اون اول که همکاریمون رو شروع کردیم تو خیلی آدم خوبی بودی. اما الان خیلی تمعکار شدی و اصلا دیگه به فکر هویت اصلی کتاب نیستی. میایم به زمان حال. داریو نویسنده ایتالیایی با شمعی داره قدم میزنه که یه رفعه یه چیزی میبینه و خوشگش میزنه. هلن بیچاره بعد اتفاقی که برای رمانش افتاده خودش رو از سقف آویزون کرده. خبر به انگسترام هم میرسه و میاد اینجا و هیچ رحمی همچنان تو چشماش نیست. فقط میگه زودتر اینو از اینجا ببریدش تا به کارامون برسیم. تلفنش زنگ میخوره که میبینیم رزماری همون دختری که اول از همه این مترجما رو آورده بود توی پناهگاه بهش زنگ زده. این دختر رفته به انگلستان و داره میره به محل زندگی الکس. هدفش هم اینه که اونجا رو بگرده بلکه سرنخی چیزی از این که الکس کتاب رو منتشر کرده پیدا بشه. رزماری خبر میده که همه جا رو گشتن ولی هیچ چیزی اونجا نبود. دوباره برمیگردیم به پناهگاه. خیلی راحت جنازه هلن رو یه گوشه میذارن و پارچه‌ای روش میکشن و مترجم‌های دیگه از شدت وحشت سر جاشون نشستن. انگسترام پیام دیگه دریافت میکنه. کسی که کتاب رو منتشر کرده دوباره نوشته 6 ساعتتون تموم شد. 200 صفحه از کتاب رو برای همه انتشاراتی‌ها فرستادم. آنلاین هم منتشرش کردم. حالا باید 80 میلیون یورو بهم پول بدید و یعنی همه کتاب رو آنلاین منتشر میکنم. انگسترام عصبانی یه رفعه اصلش رو سمت مترجم ها میکشه. یه رفعه الکس خیلی ترسیده میگه همه چیز تقصیر منه. من این کار رو انجام دادم. انگسترام بهش حمله میکنه و شروع میکنه به کتک زدنش به حدی که حتی نفس الکس لحظه میگیره. انگسترام بلند میشه و میگه بگو چجوری همه چی رو متوقف کنم و الا بهت شلیک میکنم. الکس هم میگه کاری از دستت بر نمیاد. یه کامپیوتر اتوماتیک توی لندن دارم که داره همه این کارا رو انجام میده. اگرم تا وقتی که بهت گفتم پول واریز نکنی همه چیز خود به خود منتشر میشه. اما خب تا الان فهمیدیم انگسترام چقدر وحشی و عوضیه. یه دفعه سمت کاترینای روسی شلیک میکنه. الکس خوشگش زده میگه دیگران آسیب نرسون. باشه همه چیو بهت میگه. بعدم آدرس جایی که لپتاپش رو گذاشته رو به انگسترام میده. اونم خیلی سریع به رزماری خبر میده و به همون آپارتمان میرسونه خودشو. وقتی که میره داخل کنار لپتاپ یه عکس میبینه. عکسی از خودش و انگسترام در حالی که انگسترام داره سرش فریاد میکشه و تحقیرش میکنه. انگاری از قبل الکس برنامه همه چی رو ریخته. همین لحظه رزماری یادش میاد که چقدر رئیسش اذیتش کرده و بهش زنگ میزنه و میگه گوره بابات من دیگه اصلا نمیخوام برات چی کاری انجام بدم. بعدم گوشی رو قطع میکنه. انگسترام دیگه عصبانیه. وقتی هم براش نموند و به ناچار به همکاری زنگ میزنه و میگه 80 میلیون یورو به این شماره حساب بزنم. اونم سریع همین کارو انجام میده. اما همین لحظه پیام دیگه برای انگسترام میاد و متوجه میشه که تمام کتاب به صورت آنلاین منتشر شده. انگسترام رد میده. اصلش رو سمت الکس میگیره و سمت شلیک میکنه. نگهبانا که فهمیدن چقدر این انگسترام رد داد و دیگه خطرناکه دستور میدن بهش اصلش رو بیاره پایین و دستگیرش میکنن. بعدم به پلیس زنگ میزنن و سعی میکنن سمت الکس. وقتی که ژاکتش رو باز میکنن میبینن یه کتابم روی قلبش گذاشته که گلوله به اون خورده. با رسیدن مامورا انگسترام هم دستگیر میشه و کاترینا رو میبرن بیمارستان. میبینیم که الکس کنار اون نشسته و میبینه که حالش اصلا خوب نیست و اصلا معلوم نیست بتونه زنده بمونه یا نه. برای همین تصمیم دیگه میگیره و به ایستگاه پلیس دیدن انگسترام میره. اول انگسترام میپرسه 80 میلیون یورویی که به حسابت زدم کجاست، باهاش چیکار کردی؟ البته که الکس جوابی نمیده. دوباره این مرد میپرسه بار اولی که همون دیدیم و اون جمله اول کتاب سوم رو پیش بینی کردی هنوز هیچ چیزی از کتاب دستت نبود، پس چجوری تونستی منتشرش بکنی؟ الکس یه دفعه دستش رو روی سینه انگسترام میذاره و متوجه میشیم که پلیسا بهش میکروفون بستن تا بتونه از این یه چیزی سرنخی اعترافی بگیره. حالا هیچ صدایی نمیشنوند و الکس به آرومی در گوش انگسترام میگه من اسکار برچم، من بودم که رمان اصلی رو نوشتم، نه جورج. حالا فلش بک یه گذشته رو میبینیم. الکس در واقع یه کسی بوده که خیلی به دیدن جورج میرفته و تو کتاب فروشیش کار میکرده. مثل یه پدر به اون نگاه میکرد و خیلی حواشم داشته. وقتی بزرگتر میشه به خاطر کتابهای زیادی که میخونه موفق
میشه نسخه اول دالوس رو بنویسه. جورج با خوندنش میگه فوق‌العاده است و باید منتشرش کنی. البته که الکس میگه من اصلا نمیخوام اسمم شناخته بشه و دوست ندارم معروف باشم. در آخر با اصرارهای جورج قبول میکنه این کارو انجام بده، به شرطی که جورج خودش رو به عنوان نویسنده اصلی یعنی اسکار برچ جا بزنه و خودش همه کارها رو به عهده بگیره. همه چیز درست پیش میره. بعد انتشار کتاب دوم الکس خیلی عصبانی میشه. به جورج میگه این ناشری که باهاش همکاری میکنی گند زده به کتاب، با تبلیغات مسخره هویت اصلی و معنا و فلسفه‌اش رو داره کنار میذاره و من دوست ندارم همچین اتفاقی برام بیفته. اصلا نمیخوام کتاب سومو دیگه دست اون بدیم، مخصوصا که جورج بهش میگه ناشرمون یعنی انگسترام برنامه داره که چند تا مترجم رو یه جا زندانی کنه تا کتاب به زبان‌های مختلف ترجمه شه. چند روز بعد همون سکانس اول فیلمو ببینیم، جایی که انگسترام داره جلوی کلی از آدما معرفی میکنه که کتاب سوم قرار منتشر شه. الکس هم به عنوان یه عکاس خودشو جا زده و این خبر شوکه‌اش میکنه، چون قرار نبود اصلا این اتفاق بیفته. دوباره میایم به زمان حال و الکس به انگسترام میگه من هیچچیو ندزدیدم، این تو بودی که چیزی رو دزدیدی، چون قرار نبود کتاب سوم دست تو باشه. اون 80 میلیونی که به حساب من زدی و برات برگردوندمش، یعنی پلیسا هر چی پیگیری بکنن باز به خودت میرسن و هیچ چیزی رو نمیتونی گردن من بندازی. پلیسا تو رو به جرم زندانی کردن یه سری آدم، شکنجه کردن، حتی گرفتن جونشون تا ابد میندازنت زندان. حالا دستشو از روی میکروفون انگسترام برمی‌داره. انگسترام رد میده و فریاد میزنه تو اسکار برش نویسنده اصلی نیستی، من خودم با دستای خودم جون اونو گرفتم و کتاب رو ازش دزدیدم. حالا میریم به گذشته و میبینیم که اون باری که به دیدن جورج رفته بود، وقتی جورج میگه که نمیخواد یه نسخه سوم رو منتشر کنه، انگسترام خیلی عصبانی میشه. یه دفعه اونو هولش میده پایین و خب جون جورج رو میگیره. برام نسخه اصلی کتاب رو برمی‌داره، کتابخونه رو کلا به آتیش میکشونه و با صحنه سازی این صحنه از اونجا خارج میشه. پلیس حالا اعتراف دیگه‌ای از انگسترام دارن که جون یه نفر دیگه یعنی جورج رو هم گرفته. انگسترام که عصبانی به الکس حمله میکنه، مامورا سر میان داخل و جداش میکنن و اونو میندازنش زندان. سکانس آخر فیلم الکس داره از پاسگاه پلیس خارج میشه. یاد خاطراتی که با جورج داشت، لحظاتی که بغلش میکرد و اینقدری که اون کمکش کرده بود میفته. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. فکر کنم دیگه انواع لباسم معلوم. من این سه تا ویدیو اخیر رو با هم دیگه همزمان ضبط کردمشون، این دو سه روز تعطیلات نیستم و برگردم قطعا دوباره پیشنهاداتون رو میذارم. این فیلم هم به پیشنهاد خود شما قرار گرفته بودش و واقعا هم دم کسی کامنت گذاشت گرم. من نتونستم پیداش بکنم کامنتش رو بذارم روی صفحه، اما خیلی حال داد به این فیلم، به خاطر اینکه هم استرس خیلی بالایی داره، هم خیلی خفن توی بازیگری ها میتونین رو حسش بکنین. قشنگ بازیگرا میان اون استرسی که اونجا پنهان شدن و اتفاقایی که میفته رو به نمایش میذارن. به نظرم یکی از بهترین های اروپا حساب میشه. از لحاظ فیلمنامه‌ای هم خیلی خوب میاد موضوع انتقام به نظرم به نمایش میذاره. ما انتقام های مختلف رو دیدیم، مثل فیلم کیل بیل، مثل خیلی فیلم های دیگه که حالا الان حضور ذهن ندارم، اما این یه سبک جدید بود، یه دیدگاه جدیدی به نظرم بهش بود که اول قطعا شما هم مثل من توی ذهنتون اومده بودش که جورج فیلمنامه اصلی رو نوشته و خودش اینو داره منتشر میکنه و میخواد یه جوری از این ناشره پول زیادی به دست بیاره. فکری که اول دو سر همه میاد. جلوتر که میره خب فکر میکنیم الکس میخواسته واقعا این کار رو انجام بده، یه جوری به عنوان یه نفوذی اومده بوده، میخواسته پول در بیاره و میخواسته این کار رو انجام بده. تا آخر فیلم خلاصه 3-4 بار شما دیدگاهت عوض میشه و به نظرم یه انتقام جدید رو توی سینما دیدیم که نمونهش رو من به شخص ندیدم. نقاط قوتش هم که گفتم به نظرم چی بوده. فیلمش هم طوری نیست که بخوایم در موردش تحلیل و بررسی بکنیم، یه فیلم سرگرم کننده است. تحلیل و بررسی دارا رو دوباره براتون قرار میدم، اگه نظرم دارید حتما بنویسید گوش میدم بهشون. در آخرم این که آقا دمتون گرم. من ببخشید اگه جواب کامنت نمیدم، قبلا یادتون همه رو جواب میدادم، چون مثلا هر ویدیو 40-50 تا کامنت میگرفت، الان یه دفعه 400-300 تا کامنت میاد، جدا از اینکه حالا پست قدیمی هم کامنت میگیرن. من واقعا نمیرسم همه رو جواب بدم ولی میخونم، یعنی شک نکنید. قطعا هم دیدید که تو خیلی وقتا ویدیوها جواب کامنتاتون رو میدم، خیلی وقتا فیلم هایی که میگید و میذارم، و اگر جواب نمیدم حمله بر بی ادبی نکنید اینو، چون واقعا همتون برام عزیزید. منم یادم نمیره که مخصوصا قدیمی ها رو به خاطر شماها بود که تا اینجا کانال اومده بالا و امیدوارم بالاتر هم بره. قدردان تک تکتونم، مرسی واسه همه انرژی هایی که میدید، همه لایک هایی که میکنید، کامنت هایی که میذارید، و به سابسکرایبر جدیدم خوش آمد میگم توی کانال. امیدوارم کنار هم دیگه بتونیم خاطرات خفنی بسازیم. لایک کامنت ساب یادتون نره. بازم میگم دوستتون دارم. روزتونم گلسی.